همیهنان عزیز، حکومت خون و جنون همچنان جنایت می کند. امروز دو نفر دیگر در تهران اعدام شدند. محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی به جرم همکاری با سازمان مجاهدین خلق در تهران اعدام شدند. گزارش دادستانی تهران حاکی است که محکومین یاد شده مبادرت به توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها و نیز سردادن شعارهایی به نفع گروهک نفاق نموده بودند. در این گزارش آمده است که حاج آقایی بنا به اعتراف خود بیش از این سابقه تردد به پایگاه گروهک نفاق در خاک عراق موسوم به اشرف را داشته و ضمن چندین ماه اقامت در آنجا یک نوبت مبلغ 3000 دلار از منافقین دریافت و دوره‌های آموزشی را نیز سپری کرده است. در همین گزارش آمده است که جعفر کاظمی نیز ضمن برقراری ارتباط با شبکه منافقین در داخل کشور اقداماتی از جمله جذب و جمع‌آوری کمک مالی و فعالیت تبلیغی به نفع گروهی که مذکور داشته است و فرزندش را نیز به کشور عراق برده است. در هیچ کجای این گزارش دادستانی تهران نیامده است که هیچ یک از این دو دست به اسلحه بردند یا خون کسی را ریختند یا در عملیات تخریب شرکت داشتند. آری هموطنان عزیز، آزادی بیان در ایران جرم بزرگی است که سزای آن مرگ است. این دو فقط طرفدار سازمان مجاهدین خلق بودند و هیچ گناه دیگری نداشتند. هیچگاه دستشان به خون آلوده نشده بود و اقدامی مسلحانه انجام نداده بودند. با اعدام این دو نفر تعداد اعدام شدگان تنها در این ماه به 99 نفر میرسد. جمهوری اسلامی رکورددار اعدام در جهان است و به طور متوسط هر 8 ساعت یک نفر در ایران اعدام می شود. وظیفه تک تک ما شرکت در تظاهرات بر علیه اعدام که در شهرهای مختلف جهان صورت می گیرد است. به هر نوعی که می توانید با این جنون و وحشتی که جمهوری اسلامی بر سر شهروندان خود می آورد مخالفت کنید. ملت ایران سزاوارند که در آرامش و صلح زندگی کنند و با وجود این حکومت این امکان از آنها سلب شده است. صدای اعتراض خود را به جهانیان برسانید و با درخواست از سازمان ملل متحد برای اعزام نماینده ویژه به ایران برای نظارت بر وضعیت زندانها و احکام وحشیانه صادره از سوی جمهوری اسلامی مرهمی بر زخم عمیق هموطنانمان بگذاریم. همچنین امروز آگاه شدیم که آقای حسین رازی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و دبیر کل حزب مردم ایران در تهران دار فانی را ودا گفت. جبهه ملی ایران بدین وسیله به خانواده محترم رازی و میلیون ایران تسلیت می‌گوید. رازی مردی وطن پرست و ایران دوست بود و در تمام عمر پربار خود راهی جز راه مصدق را طی نکرد. با آرزوی لغو حکم اعدام و برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ایران، پاینده ایران.